سلام و عرض ادب خدمت دوستان و همراهان عزیز، دوستانی که همیشه ما رو دنبال میکنید، ممنون. تو این پست میخوام در خصوص رطوبت کندوها در شمال صحبت کنم که ما چطور رطوبتشون رو کم کنیم، رطوبتی که البته داخل کندوهای کف بسته ما این مشکل رو، ما شمالی ها کلا داخل کندوهای کف بسته این مشکل داریم که بعضی اوقات حالا داخل کندوهای ما یک حالت شبیه استخر پیش میاد که زنبورها در حال شنا هستن و کف کنده ها کاملا پر شده از رطوبت و چون عرق زیاد میکنن، تعریق زیاد پیش میاد، کف کنده پر آب میشه، کنده های کف بسته. و توصیه میکنم حتما پست داخل ببینید، یه راهکار خیلی خوب بهتون میدم که این رطوبت رو شما خیلی نزدیک به صفر برسونید. حالا رطوبت چرا پیش میاد؟ چون کندهای کف بسته به هر حال زیرشون بسته است و اینکه روشون ما گونی یا متقال میذاریم تبادل هوا خیلی کمه، یعنی اینکه رطوبتی که ایجاد میشه، اون بخاری که ایجاد میشه خارج از کندو نمیتونه خارج بشه، چون تقریبا راه خروجی نداره. حالا تو شمال هم ما چون اکثرا تخریزی داریم و این زنبورها همیشه تخریزی دارن، میخوان گرمای کندو رو به حد نصاب برسونن، به حدی برسونن که حالا تخمهاشون اون لار و زنبورهایی که تازه به دنیا میان آسیب نبینه، همیشه فضای کندو رو میخوان گرم کنن. این گرم کردن هم خودش باعث تعریق میشه و بالا رفتن دما و اینکه حالا صبح چون دمای بیرون به هر حال سرد داخل گرمه، اینا همه باعث تعریق و حالا اضافه شدن رطوبت میشه. حالا شما این راهکار اینی که نمیخوایم بگیم مثلا چرا رطوبت و این چیزا ایجاد میشه، اینو ما کار نداریم. حالا راه حل این که ما این رطوبت رو کم کنیم، راه حلش من خودم چندین سال انجام میدم، حدود تقریبا 4-5 سالیه انجام میدم، خیلی خیلی موثر در کاهش رطوبت کندو و تقریبا داخل کندویی که رطوبت ایجاد میشه شما با این کار انجام بدید رطوبت به صفر میرسه، کف کندو کاملا خشک میشه. معلوم بهتون نشون میدم اینو که این روش چیه، چطور انجام بدید و شما هم حتما اگه کندوهاتون کف بستن، یا اکثرا تو شما لالا طبق اطلاعاتی که من دارم، طبق چیزایی که دیدم، اکثرا کف بسته کار میکنن. اصلا متاسفانه کف بازو قبول ندارم، خیلی از افراد، خیلی از زنبورداران کف بازو قبول ندارن و وقتی بهشون میگی کف باز کار کنید بهتون میخندن و البته از روی نادانیه، این خندیدن از روی نادانیه و البته این ردیف پشت اگه ببینید تو حالا ویدیوهای قبلی اگه ببینید حدود 37-8 تا کف بازه، این ردیف کف بازه دارم که انشالله به لطف خدا امسال عوض میکنم، کلا کف بازشو میکنم، این کف بازه رو همه رو با کف باز عوض میکنم، چون واقعا کف باز از همه نظر مزایا داره، خیلی عالیه، کف باز استاندارد. حالا بریم سراغ این کف بازه که رطوبتش جمع شده بود و حالا من این کار انجام دادم. این کندوی 5 قابه و نگاه کنید زمانی که رطوبت ایجاد شد شما میتونید بستگی به رطوبت داره، حالا بعضی کندوها، حالا این ردیف من خودم داشتم، بعضی کندوها به سمت پشت رطوبت جمع میشه، بعضی کندوها به سمت جلو. هر سمت رطوبت جمع شد شما برمیدارید این گونی، حالا متخالی که روش گذاشتین و متخالی که روش گذاشتین اون سمت رو برمیگردونید تا رطوبتی که اون سمت حالا جمع شده کف کندو رو خیس کرده و کندوی شما حالا کفک زده و قارچی چیزی رشد کرده، شما اون سمت رو اینجوری برمیگردونید، دقیقاً به همین شکل. اگه زیاد بود میتونید کلا برگردونید، این هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. به این صورت الان این داخل کندوی من که حالا چند وقت پیش رطوبت جمع شده بود، این الان این کندوی 5 قاب من، نگاه کنید خمیرشیرین واسه شون دارم، گذاشتم که دارم مصرف میکنن، خیلی خوب جمعیتشون خدا رو شکر خیلی خوب فشرده هست الان چون دما سرده و آرامش زنبور کارنیکاس هیچ کاری با من نداره. حالا آرامش رو ول کنید شما، این نوع که برگردونین هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. بعضی دوستان میگن که زنبور فشار میاد و این حرفا، من چند سال انجام میدم خدا رو شکر، از اواسط مهر این حرکتو میزنم روی کندوهای کف بسته، این حرکتو میزنم و خیلی خوبه. حالا بعضی دوستان میگن کف کندو رو سوراخ کنید و حالا راه دیگه میگن این کار انجام بده اون کار انجام بده، واقعا این مقدار دردسر میشه واسه زنبوردار. زنبورداری که حالا تازه کار یه چند تا کف بسته داره، طرف مثلا توی یک از گروه ها گذاشته بود که این داخل کندوهای من رطوبت جمع شده چیکار کنم، بعد یه بنده خدا اومده بود گفته بود آقا کفشو بردار اینطوری سوراخ کن اونطوری سوراخ کن، این باعث اختلال در نظم زنبورها شما میشید که از کف حالا چه تعداد سوراخ بزنید، اندازه‌شو و اینکه چه حد باشه، روشو مثلا پلاستیک بذارید نذارید، این حرکت ها رو باید خیلی یعنی قانونمندانه خیلی حرفه‌ای انجام بشه، نه اینکه یهو طرف بیاد کف کندو رو سوراخ کنه روشم از گونی استفاده کنه و جریان هوا از پایین به بالا شدید باشه و زنبورها هم فشار میان هم مصرفشون زیاد میشه.
ولی این حرکتو من خودم واسه همین کندهای کف هستم که رطوبت داخلشون ایجاد میشه، این حرکتو میزنم، این حرکتو استفاده میکنم، این روش رو استفاده میکنم، خیلی خوب جواب داده و الان داخل کندوی من کاملا خشک، هیچ رطوبتی نداره. من یه دونه نشون میدم، ویدیو رو میگیرم و داخل ویدیو نشون میدم. الان یه دونه نگاه کنید، الان داخل کندوی من همینی که الان ویدیوشو گرفته بودم، حتی اینجوری دقیق نشون بدم که بعضی دوستان نگن، یک کندوی دیگر رو داری نشون میدی. اینم کندو، اینم زنبور ها دارن خامی شیرین رو میخورن. نگاه کنید کف کندو، نگاه کنید کاملا خوشی خوشه، هیچ رطوبتی نداره. شما هم حتما این حرکت و این روش انجام بدید، واقعا موثر در کاهش رطوبت. نگاه کنید کف کندو کاملا خشک خشک. و اینکه شما مگه کندهاتون داخلشون رطوبت جمع میشه، که مطمئنم اینجا من خودم رطوبت هستم، مطمئنم این اطراف گیلان، حالا مازندران این سمت باشه، خود مطمئنم داخل همه کندهای کف هست رطوبت جمع میشه، حتما این حرکت رو انجام بدید و این از این رطوبت پیشگیری کنید، چون به هر حال هم کندوتون میپوسه و اینکه داخل کندو کثیف میشه و به هر حال زنبورها درگیر یه سری مشکلات میشن و حتما این حرکت و کاری خاصی نداره. اینو اینجوری برمیگردونید و خیلی راحت از ایجاد رطوبت بیش از حد و دیگر مشکلات شما پیشگیری میکنید. این حرکت رو انجام بدید، این پست رو واسه دوستانتون بفرستید و دیگه موفق و صبورانه باشید در پناه حق.